السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، انشاءالله که همه شما جان جور در صحت در امن خدا باشین. امروز موضوع ما درباره ده عملی که رتبه ما را با خداوند جل جلاله بالا میبرد صحبت میکنیم. یکی از زیبایی های اسلام این است که راه های زیاده برای بالا بردن درجات و نزدیک شدن ما با خداوند جل جلاله وجود دارد. در اینجا ما ده نوع از قرآن و سنت را ذکر میکنم انشاءالله. اولی، قرار دادن امور بین مردم. حدیث در صحیح ابو داود ذکر شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا من چیز را از نظر درجه عالی تر از روزه، نماز و صدقه به شما خبر بدهم؟ مردم پاسخ دادند: بله پیامبر الله. او صلی الله علیه و سلم فرمود: درست کردن کارهای بین مردم، خراب کردن آنها تخریب است. یک نوع راه های است، عملی است که می تواند رتبه ما را با خداوند جل جلاله بالا ببرد. دومی، رفتار خوب با مردم. در صحیح ترمذی ذکر شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کامل ترین انسان در ایمان خود در میان مؤمنان کسی هست که رفتار او بسیار عالی است، و بهترین شما کسانی هستید که نسبت به همسران خود بهترین هستند. در حدیث دیگر بخاری و مسلم ذکر شده که از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال شد که چی کسی در میان مسلمان ها عالی ترین است، و صلی الله علیه و سلم گفتند که یک دیگر مسلمان از زبان و دستان او در امان باشند. یعنی نه تنها مسلمان، غیر مسلمان هم که وقتی که از زبان ما، از دست ما که در امن باشد، او یکی از بهترین مسلمان ها هستند به ترتیب همی حدیث. سوم، گفتن سبحان الله و بحمده 100 بار صبح و عصر. در حدیث مسلم ذکر شده پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که صبح و عصر این جملات را بخواند، سبحان الله و بحمده، حرمت خداوند بر او باد و همه ستایش های از آن اوست، او در قیامت چیز ممتازتر از این نمی آورد. که هر کسی که صبح و عصر امیر را بگو باید سبحان الله و بحمدهی. گفته شده که اگر کسی که نو به این را آغاز میکند، میتواند از کم شروع کند، صبح، عصر 5 دفعه، 10 دفعه، انشاءالله روز به روز میتواند زیاد کنه که برشان سقیلم نشه، و انشاءالله که الله جل جلاله و خودش آسان میسازد. چهارمین نقطه که عمله که رتبه ما را با خداوند جل جلاله میتواند بالا ببرد، یادگیری قرآن و آموزش آن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که بهترین شما کسی هست که قرآن را بیاموزد و آن را به دیگران یاد بدهد، که این در حدیث بخاری ثبت است. عمل زیبای و آسان، انشاءالله آدم کوشش کنه خود کس قرآن یاد بگیره و به دیگران یاد بدهد. پنجم، حمایت مالی بر یتیم. در حدیث بخاری و مسلم ثبت است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که یتیم را یاری کند، خواه از خویشاوندان وی باشد یا که نباشد، من و او در بهشت مانند این دو خواهیم بود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به هم پیوستگی بین دو انگشت خود اشاره کرد. یعنی با این شکل که کسی می تواند به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آخرت نزدیک باشد، کسی که حمایت مالی بر یتیم می کند. ششم، مراقبت از یک بیوه یا فرد فقیر. در حدیث بخاری ثبت است حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که به بیوه یا فرد فقیر نگاه می کند، مانند مجاهد جنگجو هست که برای راه خداوند می جنگد، یا مانند اوز که تمام شب نماز می خواند و تمام روز روزه میگیره، که این چنین ثواب از این کار زیاد است در نزد الله جل جلاله، که کسی که مراقبت از یک خانم یا همسری بیوه میکند یا فرد فقیر. هفتم، صدقه دادن مخفیانه. حدیث در بخاری و مسلم ثبت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: یکی از 7 نفری که خداوند در قیامت زیر سایه خود خواهد کشید، شخصی است که صدقه میدهد و آن را پنهان میکند.
به طوری که دست چپ او نمیداند که دست راست او چی هزینه میکند. دلیل از این حدیث این است که در راه صدقه خودنمایی نشود. مهمترین نقطه از این حدیث امین است که وقتی که ما صدقه میدیم، ما تنها حاصل کردن رضایت الله جل جلاله را نیت می داشته باشیم و دیگر چیز نه که ما خود با جامعه با مردمان نشان بدیم و خودنمایی کنیم از کارهای صدقه خود. منظور این حدیث امین است. هشتم، مراقبت از دختران یا خواهران خود. صحیح احمد حدیث از حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند که هر کسی از دو یا سه دختر یا دو یا سه خواهر مراقبت کند تا این که قبل او بمیرد یا او قبل از آنها بمیرد، من و وی مانند این دو خواهم بود. و پیامبر صلی الله علیه وسلم با هم پیوستگی بین دو انگشت خود اشاره کرد. یعنی کسی که میتواند متوجه دختران خود باشند یا خواهران یا خواهران مسلمان خود، با همین کار خود زیبایی خود میتواند با عظم صلی الله علیه وسلم در آخرت با مثل که خود علیه سلام اشاره کردن با اون شکل نزدیک می باشن. نوم، گفتن لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدير، 100 بار در روز. در موطا مالک ذکر شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که بگوید، که ترجمهش است که هیچ خدای جز خدا نیست، تنها و بدون هیچ شریک، پادشاهی و ستایش متعلق به اوست و او بر همه چیز قدرت دارد، 100 بار خواندن در روز ثوابش مانند مثل آزاد کردن 10 برده است و 100 عمل خوب برای او نشته می شود و 100 عمل غلط از او پاک می شود و این یک محافظت از شیطان برای آن روز تا شب است. هیچ کسی عالی تر از آنچی که او انجام می دهد کار انجام نمی دهد مگر شخصی که بیش از این کار کند، یعنی کسی که از 100 بار زیاد بگوید نسبتاً به دیگر. در عامیانه گفته شده 100 بار، طبعا هر کسی که بیشتر از 100 بار این را ذکر کند ثوابش بیشتر است. آخرین دوم نقطه که میتواند عملی که میتواند ما را درجه ما را با خداوند جل جلاله بالا ببرد است که پیروی از توصیه های قرآن کریم برای دستیابی به جنت الفردوس. در سنین ابی ماجه ذکر شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم میدهند که بهشت 100 مرتبه دارد که هر یکی از اندازه فاصله آسمان و زمین است. بالاترین آنها فردوس و بهترین آنها فردوس است. عرش بالا از فردوس است و از آن رودخانه های بهش سرچشمه می گیرد. اگر از خداوند جل جلاله خواهید فردوس را بخواهید. پیامبر صلی الله علیه و سلم همه مسلمانان را به دعا برای الفردوس تشویق کرد. و اینچنین آیات قرآن کریم اقدامات دقیق منتهی به الفردوس را بیان می کند که ما ترجمه میشه فعلا در فارسی بر شما بیان میکنم. مطمئنن آن معتقدین به موفقیت واقعی دست یافتند. آنها که در هنگام نمازشان فروتانه مدی هستند و آنها از که گفتار بد رویی می آورند و کسانی که زکات می دهند و آنها که از قسمتهای خصوصی خود محافظت می کند و از زنا دوری می کنند، زیرا آنها ایت سرزنش نخواهد شد. اما هر کسی که فراتر از آن جستجو کند، آنها ستمکاران هستند و آنها که به امانت و وعدهشان توجه دارند و آنها با دقت نماز خود را حفظ می کنند و آنها که با دقت نماز خود را به جا می آورند، اینها میراث دار الفردوس هستند. آنها در آن جا جاودانه خواهند ماند و به یاد داشته باشید که اقدامات انجام شده به طور منظم مورد علاقه بیشتر خواهد قرار می گیرد. وقتی از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال شد چی کارهای را خداوند بیشتر دوست دارد، وی علیه السلام پاسخ داد اعمالی که به طور هر روز انجام داده می شود، حتی اگر ممکن است که اندک باشد، که این در حدیث بخاری ذکر شده. این بوده نوع عملی که رتبه ما را می تواند
با خداوند جل جلاله بالا ببرد. انشاءالله که همه ما امروز یک چیز نو یاد گرفته باشیم. فراموش نکنید که این ویدیو را با اشتراک بگذارین بر دیگران و کار خیر. تا ویدیوی بعدی هر جا باشین، جان و جور باشین، در امن خدا باشین. روز خوش، شب خوش، سلام علیکم.